سلام سلام بگیم اینا جورجوری، من پایرو هستم و خوش اومدید به یه ویدیو متفاوت از ماینکرافت 1.21. البته اینا اسنپ شات هستش و همه چیزا حالا نگفتن که چیا قرار بیاد، حتی اسمش هم مشخص نشده، ولی یه چیزی مشخص شده که خیلی توجه منو جلب کرد و من امروز اومدم که باهاش یه سری آزمایشات انجام بدم. بله الان نمیتونم زوم کنم ولی ادیتور زوم میکنه. ما یه بلوک جدید توی ماینکرافت 1.21 قرار داشته باشیم به اسم کرافتر. احتمالاً تا الان اسمش رو شنیده باشید. این بلوک خیلی بلوک جالبی هستش، چون در واقع شما میتونید که باهاش آیتم های مختلف رو اوتوماتیک کرافت کنید. خب ما که کرافتینگ تیبل داریم، خب این همونه ولی اوتوماتیک کرافت میکنه. این برم دهنشه که آیتم ها رو از اینجا میده بیرون. چیزهای مختلف دیگه هم اومدن، مخصوصا این بلوک های کاپر جدید مثلا اومدن. اینا چی هن اسمشون دقیقا؟ چیزلت کاپر، اینم کاپر گریت هستش، کاپر درهای کاپری اضافه شده و ترپدور و همچنین کاپر بال. همه اینایی که گفتم نوع زنگ زده شون هم هستش، که یعنی کلی بلوک جدید اضافه شده. بذار اینا رو هم همینجا ببینیمشون. این خیلی جالبه، خیلی جالبه. من احتمالاً با این بلوک های کاپر خیلی کارها بکنم. از این واقعا خوشم میاد، خیلی شبیه ردستون لامپ هستش. بذار اینجا اینا بیارم اینجا. اگر ردستون لامپ زیرش باشه اینجوری دیده میشه، که خیلی جالبه. و همچنین این خود این هم میتونه روشن بشه یه جایی ردستون. اینجوری شد. واو، مقایسه میکنیم با ردستون لامپ، اون جایی که نور دهی میکنه خیلی بیشتره. فکر کنم وسطش هم یه دون ردستون اکچولی هستش، یعنی برای کف کردنش احتمالا ردستون لازم باشه. من اینو خیلی بیشتر ترجیح میدم تا ردستون لامپ، واقعا از تکسچرش خوشم میاد. لامپ با بار پیچه فرقی داره؟ عجیبه، چرا اینو نذاشتن کاپر لامپ؟ نمیدونم. انواع مختلفش هم بذار امتحان کنیم اکچولی. البته من برای اینا نیومدم، من برای یه چیز دیگه اومدم، ولی گفتم حالا آپدیت 1.21 رو هم بعضی ویژگی های جدیدش که دارم میاد رو ببینیم. آره رفته رفته انگار مثلا نورش کمتر میشه، این دیگه اصلا نور انگار نمیده، ولی خب همچنان جالب دیده میشه. بریم به قسمت اصلی این ویدیو. حالا بعدا برای 1.21 هم یه ویدیو میذارم وقتی که همه یه چیزاش اومد و از اسنپ شات در اومد. فعلا با این کرافتر ببینیم که چه کارها میتونیم انجام بدیم. فکر کنم اکثر استفاده‌ای که از این بلاک داشته باشیم برای مثلا تبدیل کردن آیرون اینگوت و گولد اینگوت باشه. خب اینجوری اینا رو برمیداری، اینا رو تبدیل میکنه به آیرون اینگوت و یه دونه لیور داشته باشیم کنارش میذاریم اینجوری و بلاکش رو تحویل میده. میتونیم این چیزها رو حالا اوتوماتیک هم کنیم. مثلا هاپر من میذارم اینجا. خب آب یه دونه چست بالا سرش میذاریم و کلش رو مثلا با آیرون پر میکنیم. الان این داخل این چرا نمیره؟ نمیره، این قفل شده. من از این بر باید بذارم اینه. اوکی، اینا دونه دونه الان میرن داخل این. خب و اینجوری پرش میکنم و من وقتی این دکمه رو بزنم بلاک توف میکنه بیرون. الان توف نکرد بیرون، چون باید همه اینا پر بشه فکر کنم. آره توف نکرد بیرون، باید همهشون پر بشه بعدش توف کنه بیرون. وقتی این میزنم کلن این قفل میشه تا و دیگه نمیتونه داخلش یه چیزی بره. اوکی اوکی، من خودم ردستون نیستم ولی یه سری کارا میشه با این کردش اتوماتیک. اگر مثلا خب بذار اولا اینو بردارم، میشه اینا رو قفل کرد خب و یه کاری کرد که مثلا یه چیز دیگه کرپ بشه، مثلا این بار آیرن ترپ دور کرپ بشه اتوماتیک. همه چی اتوماتیک خیلی خوبه بچه ها، چون کرپ کردن بعضی چیزا واقعا رو مخه، مخصوصا دیسپنسر. خب دیسپنسر برای کرپ کردنش چی میخواد؟ خب امروز ما برای چی اصلا اومدیم؟ ما اومدیم که کیک درست کنیم. بله بله درست شنید، نظرتون چیچه یا واقعیه؟ این رسپی کیک هستش. خب ما اینجا کلن چند تا آیتم داریم؟ یک دونه، دوتا، سه تا، چهار نوع آیتم داریم که 9 تا آیتم هستش و برای کرافت کردن این کیک لازمه. برای اینکه کیک کرافت بشه باید به ترتیب این آیتم ها بیان داخل این کرافتر. خب که با هاپر میتونم برن داخلش. خب وقتی که به ترتیب رفتن داخلش میتونم اونو کرافت کنم. الان من خودم به ترتیب اینا رو میذارم. خب
سه تا از اینا، بعدش یه دونه شکر، یه دونه تخم مرغ، یه دونه شکر دیگه و سه تا بیت. آیتما رفتن داخلش و من یه دونه لیور بربی دارم. خب میذارم اینجا و فعال میکنم. اینجا چی گرفتم؟ آره بازم رفتن داخلش. یه دونه کیک گرفتم و سه تا باکت که خالی شدن دیگه، همون میلک باکت ها بودن. بعد لیور رو فشار میدم و آیتما میریزم بیرون. ما الان باید این کار رو اتوماتیک انجام بدیم و کیک هم یکی از اون سخت‌ترین آیتما هستش که فکر کنم میشه با کرافتر کرافتشون کرد. خب اینجا یه دونه گاو داریم. تکنیکلی من اگر اینجا سطل بذارم باید کار کنه دیگه، ولی کار نمیکنه. من آره خود سطل رو میندازه و هیچ کاری انجام نمیده. یعنی این عملکردش رو باید خودمون دستی انجام بدیم. اینم چیزی نیستش. خب اون از شیر تخم مرغ رو میتونیم یه دونه فارم چیکن بسازیم، اونم چیزی نیستش. برای شکرم یه فارم شوگرکین میذاریم و براش هم یه دونه کرافتر میذاریم که همون شوگرکینایی که گرفته رو تبدیل به شکر کنم. کار ساده ای هستش. برای ویت هم فکر کنم ویلجرها، خب شاید فکر کنید که آره ویلجرها اینجا به درد ما میخورن، ولی یادتون رفته که ویلجرها واقعا دردسرن و باید همشون قتل عام کنید. ویلجرها ویلجر هستن، دشمن واقعی انسان ها و پلیر های ماینکرافت. چون ویلجرها وقتی ویت بهشون میرسه، خب بذار یه ویلجر اینجا بیاریم بهش گندم میدیم کلی. بیا بیا داش. الان شاید فکر کنید همون گندم ها رو بده به این، خب مثلا اون گندم ها رو فارم کرده، خب ولی بهتون قول میدم بچه ها قرار نیست این کارو بکنه، قرار نیست این کارو بکنه. آ ببین ویلجر کشاورز چی کار کرد؟ اونجا نون دراب کرد. من دیدم. ببین نون دراب کرد. نون دراب کرد. این همه گندم رو تبدیل میکنه به نون و میده به اون. یعنی دستت درد نکنه اگه به ویلجر گندم بدی، آرد بدی، نون درست میکنه باهاش دیگه. واقعا چه فکری کردید؟ نونوا شده. یعنی در واقع فارم گندم رو هم باید یه جوری دستیش کنیم. خب ولی اونم حالا مهم نیستش. الان پس همه آیتما رو فهمیدیم که باید چیکار کنیم. میرسیم به قسمت سخت داستان که من بلد نیستم، چون من ردستونه نیستم. میخوام یه تلاشی بکنم و این آیتم ها رو بگیرم یه جرایی. اولیش خب میلک هستش. سه تا میلک قرار بره اینجا. چطوری همچین کاری کنیم؟ آیا باید سه تا اینجوری بذارم که به ترتیب برن داخلش؟ یا اینکه مثلا سیگنال بیاد که مثلا آره اون مثلا اون میلک هایی که داخل این جبه هستن برن داخل این هاپر و جمع بشن اونجا. میتونم ویدیو آموزشی ببینم، ولی خودم میخوام سر در بیارم که چیکار کنم. پس من یکم آزمایش انجام میدم تا اینکه بفهمم که چیکار کنم. اینجا احتمال شیر مثلا باید بذارم داخلش رو کلی میلک باکت بکنم، که میلک باکت رو هم فارمش اصولا باید ساده باشه دیگه. یه دونه گاو اگر داشته باشیم اینجا، خب من دائما میتونم اینو میلک کنم. بعد میلک میندازه پایین. یعنی اگر یه دونه اینجا هاپر بذارم، خب میتونم همه اون میلک ها رو بگیرم و بذارم اونجا. فقط باید کلی باکت داشته باشم دیگه، که اونم که چیزی نیستش. باید یه آیرون فارم بزنیم تو سروایوول تا اینکه اونا رو به دست بیاریم. این از این شوگر کن فارم هم که باید یه دونه بزرگش رو درست کنیم تا اینکه کلی شکر به ما بده. آها مشکل اینجاست که یه دونه شکر باید بره این ور، و چون آیتما به ترتیب میان، یعنی از اینجا شروع میشه بعد از سمت چپ به راست میره. خب اول شکر، بعدش تخم مرغ، بعدش دوباره شکر، بعدش سه تا گندم. سه تا گندم خب به ترتیب میاد، اونم چیزی نیستش، ولی فقط اون وسطیه رو باید یک در میان بذارمش دیگه. فارم تخم مرغ هم فکر نکنم با چیزی باشه. آره دیگه چند تا چیکن یه جا اسپام میکنم، زیرشون یه دونه هاپر میزنم و تموم شد رفت. تا اینجا فکر کنم یکم موفقیت آمیز بودش. من اینجا یه دونه آیتم سورتر درست کردم. خب داخل این هاپر بالایی چهار تا بلوک که اسمشون عوض کردم گذاشتم و کلی پاکت گذاشتم که اون پایین بره. این چی کار میکنه دقیقاً الان میبینیم. الان تو داخل این کرافتر من میخوام یه دونه کیک بسازم. البته این جهتش هم اشتباه گذاشتم. الان آیا درسته؟ آره درسته. اوکی یک دو سه الان سه شد. اوکی دومی یه دونه از این، یه دونه از این و دوباره یه دونه از این. یک دو سه. آها الان یه دونه کیک شد و اینجا هم یه دونه دکمه باشه که اینو فعال کنه. و اینجا یه دونه کیک داریم و اینجا باکتاش هم میره. ایول من فقط الان باید اینا رو اتوماتیک کنم. پیشرفت های زیادی حاصل شد. وقتی که آیتم داخل این کرافتر میره، خب بسن بذاری من بزنم. یک دو
3 و میدی که 3 تا سیگنال استرنگس داره، یعنی قدرت داره، و هر موقع که داخلش مثلا آیتما بیشتر میشن یه دونه سیگنال بیشتر میشه و بنابراین اگر بخوام که مثلا اون آیتم کرافت بشه که کیک هستش و مشخصه چند تا آیتم لازم داره، 9 تا به 9 تا سیگنال میرسه و میتونه اینو فعال کنه که کیک ساخته بشه. الان من 3 تاش زدم، خب اینم یکیش، اینم یکیش، الان 5 تاش فعال شد، تا اینجا فعال شد، 1 2 3 1 2 3، وقتی که به اینجا رسید فعال میشه و کیکمون اینجا ساخته میشه و آیتماش میرن. الانم میتونیم اتوماتیک کیک رو درست کنیم، فقط مونده که این آیتماش بذاریم. البته فکر کنم آیتماش مهم نیستش ها، ترتیب رفتن آیتما به داخل کرافتر مهم هستش که واقعا نمیدونم چیکار کنم. میتونم مثلا زمان بندیش کنم که مثلا کدومش به کدومش بره. مطمئنم اونا که ردستون کار هستن از من بهتر میتونن اینو بسازن، ولی منم دارم تلاشمو میکنم. خب من یه سری سیم کشی ها کردم، مثلا الان با دکمه کار میکنن. اولش که این مر هستش، من اینجا یه دکمه میزنم، خب بعد این سیماش فعال میشه و دقیقا 3 تا میلک پاکت اینجا میره. دوباره میزنم، یعنی 3 تا سیگنال میده دیگه. خب 3 تا سیگنال، 1 بعد اینم سومی، 3 تا میلک پاکت اومد اونور و این یکی یکم خاص‌تره. خب این آخری هم مثل اولی هستش، یعنی 3 تا گندم میده اونجا. بذار اول اینم ببینیم. خب اینم 3 تا گندم ما، ولی این وسطی ها یکم خاص‌ترن، چون قراره که یه دونه شکر، یه دونه تخم مرغ و یه دونه دوباره شکر باید باشه و ترتیبشون هم حالا باید حفظ بشه که یکم مسئله بود، ولی مثل اینکه داره درست کار میکنه. از اول شکر، تخم مرغ، بعد شکر، درسته، خیلی هم درست، عالی کار کرد اینجا. آره دیگه، الان اینا رو اگر نه بس نمی کنم، باید اول ترتیب اینا هم باید برقرار بشه. خب وقتی که اول این باید فعال بشه، بعد یکم سب کنم که این 3 تا میلک باکت برن داخل هاپر، بعد این یکی ها فعال بشن. فکر کنم درستش کردم. حالا یه بار خب اول اینم بگم، این سیگنال های ثانویه توسط این ابزرور فعال میشه. ابزرور بهم پایین نگاه میکنه و یه سیگنال میده. سیگنال دوم هم میاد بازم از اینجا فعال میشه. وقتی که این دکمه رو میزنم، وقتی که سیگنال میره دوباره این ابزرور فعال میشه. ببینید الان دوباره فعال شد. خب الان سیگنال دوم اومد، 3 تا میک باکت اینا به ترتیب خودشون اومدن، 2 تا شکر و تخم مرغ بود و اینم 3 تا گندم. ایول آیا ترتیبشون درست هستش؟ چک کنیم. الان تکنیکلی اگر من اینو بزنم و یه دونه کیک ایجاد بشه، آیا ایجاد میشه؟ نه، ترتیبشون اشتباه بود. این ویته خیلی زود فعال شده، خب بس همینه که کار نمیکنه. کیک ساخته شد، این ویته زود فعال میشه، بنابراین اینا رو یکم طولانی ترش کنیم. یه بار دیگه کار کرد. آره کار کرد. کیک داریم بچه ها. فقط الان باید فارماشون رو بسازم، خب بعد اینا رو بذارم سر جاش. خب این از فارم اول. خب همینجوری میگیریم اینو، البته باید اینونتوری پر باشه که اینا دراپ بشن. نخور. حل. ببینید من همینجور میگیرم، خب خود سطلا دراپ میشن و میفتن، یعنی اگه این متوریتون پر باشه همینجور سطلا میفتن پایین. بعد داخل این چست میرم و پرش میکنم به همین راحتی. این فارم اول. اینم از فارم شویکن که یکم حالا بزرگترش رو میشه ساخت. اینجا وقتی شویکن روش میکنم پرتاب میشم و میرم داخل اینجا و اینجا من گذاشتم روی تایل نهم. خب وقتی که به تایل نهم میرسه، خب اینجا هم سیگنال استرنگسش ای خدا چقدر تلفظ سخته، به نه میرسه و اینو دوباره فعال میکنه، یعنی حتما باید روی این بذارم. خب مثلا اولی نمیتونم بذارم، تستم من کلی اینجا میذارم. ببینید سریع داره فعال میشه و اینجا شوگر کینا دارن تبدیل میشن به شکر و میرن داخل دراپر که شکر داره و الان پر شد. آره پر شد. اینم از 20 تا مرغ برای فارم تخم مرغ. آیا تخم میذارن؟ خیلی کنده. خب اونم از این آخریش بعد مونده دیگه. خب این آخریش هم باید یه فارم گند درست کنم که یکم شاید سخت باشه. فکر کنم این محوطه رو کلا باید فارم گندم کنم تا اینکه درست بشه. و اینم از بخش اتوماتیک کردن گندمش. من فقط میام اینجا و اینو فشار میدم و اونا میرن پایین. البته اینجا واقعا دیگه کار خاصی نکردم، برای همینی که بد شده.
اینا رو میشه اتوماتیک کرد، خیلی بهتر از این میشه درست کرد. من همینجوری فقط درست کردمش که نشون بدم به شما. و دیدید که آیتما میرن داخل اون هاپر و سیتا میان اینجا و داخل گندم ها میان از اینجا سرازیر میشن به اینجا. پس همه چی الان فارمش رو ساختیم، الان راحت میتونیم کلی کیک ایجاد کنیم. بعد این قسمتش مونده که من هر بار که کیک بخوام درست کنم باید مثلا این دکمه رو بزنم. خب میشه اینم مثلا به یه ساعت وصل کرد و اتوماتیکش کردش، ولی من نمیخوام این کار انجام بدم. خب من فقط میخوام یه دونه دکمه فشار بدم و از این ور به من یه دونه کیک تحویل بده که الان دکمه رو فشار دادم. اینم از کیکم، یکم طول کشید ولی خب بالاخره کیک طول میکشه که پخته بشه دیگه. الان من خودم میتونم به عنوان یه دونه کیک پز و شیری پز معرفی کنم. بله بله، برم کلاهمو بپوشم و آماده بشم تا اینکه کارخونه یه کیکمو بسازم. خب من شروع کردم و این قسمتاشو ساختم. همونطور که میبینید یه قسمت پنجری مانند داره که من از بلوکای تاف استفاده کردم. من این بلوکای تافو خیلی دوست دارم، اینکه پالیش تاف بریکس و خود تاف، این والهاش هم هستش. بعد اینا هم که چیزلشون هستن، یکی چیزل تاف، یکی چیزل تاف بریکسه. من از این چیزل تاف خیلی خوشم میاد، یکم شبیه انشندی بری هستش بارش، برای کف مخصوصا خیلی خوب میشه. خود این چیزل تاف بریکس هم خیلی خوبن، یکم تو رفتگی داره انگار. و آره اینم برای کف خوبه، یه رنگ سیمانی خاصی داره. خب همه این تاف ها رنگ سیمانی خاصی دارن که با این استون که الان میبینید یکم فرق داره. و آره احتمالا من بعدن خیلی زیاد از این استفاده کنم. و روی خود این ساختمون هم استفاده کردم ازش و این کیک رو میذارم اینجا. میخوام که بالاشو یکم حالت کیک دوری درست کنم، زیاد البته مطمئن نیستم. میبینی که این قسمت ورودیش قرار بشه. خب بعد اینجاش از تاف وال هم استفاده کردم، با شیشه ها ترکیب شدن، حتی توی وانیلا همینجوری خوب دیده میشه. اینجا شبیه یه گله ولی خیلی قشنگ شد این قسمت شیشه ایش. اینا پالیشت تاف وال هستش، اینا هم از این چیزل دا استفاده کردم. و بالاخره من تونستم سقفشم یه حالتی درست کنم. گفتم که میخوام شبیه کیکش کنم ولی متاسفانه نشد. و آره با کاپر ساختم، اینا وکس اکسیدای کاپر بالب که روشنش کردم، برای روشنی خیلی خوبه. و یه حالت سقف مانند با این کاپرا درست کردم. خیلی از این بلوکای جدید خوشم میاد و میشه اینا رو روشن کرد. خب ببینید من تورچ میذارم کنارش، خب بعد تورچ رو برمیدارم همچنان روشن میمونه. خب اینجوریه، وسطش هم قرمزش میره و اگه دوباره تورچ رو بذارم خاموش میشه. مثل ردستون لامپ نیستش که مثلا حتما باید یه سیگنال ردستونی باشه که روشن باشه، فرق دارن. آره سقفش هم از اسموتستون استفاده کردم. حالا زیاد حال همچین روفی تالا نزده بودم ولی دیگه اینجوری شد دیگه. از این لایتینگ رات ها هم میتونم به عنوان مثلا لوله استفاده کنم. خب ولی خب چون وصل نمیشن یکم یه جوریه و زیاد خوب نیست. فکر کنم من میتونم از وال پالیشت تاف هم استفاده کنم، فکر کنم خیلی شبیه ناودون یا حالا لوله به نظر بیاد. بذار امتحانش کنیم ببینیم چه جوری میشه. به جای این لایتینگ رات ها از این خیلی خوب شد. این قسمتش هم که میبینید، خب حالا جلوشه، من این جلوشو صاف درست میکنم که میخوام یه پیکسل آرت اینجا بسازم، خب که شبیه کیک باشه. بعد اندازش رو بگردم ببینم همچین پیکسل آرتی پیدا میشه، احتمالا شبیه همین کیک ماینکرافت خودمون باشه. و بالاخره تموم شد کارخونه یه کیک من، تموم شد و بریم تکمیل شدش رو ببینیم. بله من لباسم رو عوض کردم به لباس حالا نمیدونم آشپزه یا کیک پزه، کیک پزه درست. به به این پیکسل آرتی که درست کردم اولش این دیده میشه، متاسفانه پیدا نشد اون پیکسل آرتی که من مد نظر داشتم و مجبور شدم خودم یه طرحی بزنم که کوچیک شده باشم. میبینید که اندازش تا اینجا شده و اینجاش هم یه ورودی براش ساختم. اینم در کاپری هستش، واو چقد اسپایدریم. هرچند از این بالا دیلایت گذاشتم براش، خب از اینجا میتونه نور بره پایین. این قسمتی که این بالا هستش یه جوری مثلا دفتر و اداری میشه که من الان فعلا نساختم، اگر تو سروایور میساختم اونجا دفترم میشد دیگه. چی یه دونه اینجا دودکش هم براش گذاشتم، بالاخره
یه شیرینی پزی یه تهویه نیاز داره. داخلش هم که دید دیگه چه کاری کردم قبل اینکه اینجا رو بسازم. من از الان خیلی منتظرم که آپدیت 1.21 روی سرور چیزی بیاد که من برم اینو بسازم. از اینجا خوشت اومد؟ به نظرتون کیکه یا واقعیه؟ واقعیه. بله درسته. اگر از این ویدیو خوشت اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره، حتما چنل دوم منم چک کنید. تا درودی دیگر، بودرود.